ببینیم که جزئیات بیشتری داریم از این مسائل قطع برق که داره گزارش میشه قطع برق فقط محدود به تهران نبوده و بعضی از دیگر شهرها مانند قوم هم قطع برق بدون برنامه ریزی رو داشتن یعنی قطع برق ناگهانی در دیگر شهرهای ایران هم اعلام شده که قطع برق در واقع برنامه ریزی شده و خاموشی برنامه ریزی شده وجود خواهد داشت در حالت عادی وقتی که حال شبکه برق کشور ناپایدار هست و تولید ناکافی هست یک اتفاق معمولی مانند خارج شدن یک نیروگاه یا حتی یک بخش کوچکتر از مدار تولید برق میتونه باعث این خاموشی ها بشه اما قاعدتا مشکل شبکه برق مشکل گسترده تری هست یعنی در حالت عادی اگر تولید به اندازه کافی وجود داشته باشه و شبکه شبکه پایداری باشه اتفاقی مانند خارج شدن یک نیروگاه از مدار نباید باعث خاموشی برق بشه به هر حال مشکل خاموشی برق مشکل دائمی هست و مشکلی بوده که از قبل هم وجود داشته اما در سالهای اخیر چه به لحاظ فرسوده, شده فرسوده تر شدن شبکه و چه به لحاظ تحمیل بار بیشتر به شبکه که بخشیش ناشی از همین استخراج بیت کوین یا صادرات برخص این موضوع تاثیر بیشتری گذاشته و باعث شده که شبکه کلا حالت ناپایداری داشته باشه و با اتفاقات معمولی ناگهان خاموشی رخ بده به هر اگر این وضعیت ادامه داشته باشه ممکنه که خاموشی گسترده و سراسری هم رخ بده اتفاقی که در دهه 80 یک بار افتاد و بعد از اون تدابیری دیشیده شد که خاموشی سراسری رخ نده ولی به هر حال الان نشون میده که بار تحمیلی بر شبکه زیاد هست و ممکنه که دوباره اون اتفاقات بیفته. خب آقای مهرابی به بحث بار تحمیلی اشاره کردید. اگر یک بار در سالهای پیش این در واقع تدابیری که شما ازش صحبت کردین، کردین رو به کار گرفتن برای جلوگیری از این مسئله اگر در آینده چنین اتفاقی بیفته، چه خواهد شد به خصوص مبحث تناقضگویی در صحبت های مسئولان هم شنیده میشه از بحث بیت کوین بگیرید که بحث استخراجش مطرحه این رو صحبت کردن بعضی مسئولان دیگه رد کردن تا بحث مصرف افزایش مصرف مردم اینا رو چطوری میشه کنار هم گذاشت شبکه برق مشکلات زیادی داره و به حال تنها در سالهای پایانی دولت آقای هاشمی رفسنجانی و سالهای ابتدایی دولت محمد خاتمی بوده که ما خاموشی به این شکل را نداشتیم اما از سال هشتاد خاموشی وجود داشته و از همون زمان گفته شده که شبکه برق شبکه فرسوده ای هست و باید اقدامات اساسی انجام بشه درباره بار بحث مالی شبکه برق صحبت شده و هشدار داده شده که اگر اتفاقات اگر این اقدامات انجام ن اتفاقات دوباره تکرار میشه اما به هر حال تنها یک سری اقدامات مقطعی انجام شده و این هم فرسودگی ادامه پیدا کرده هم بار مالی جدیدی به شبکه برق تزریق نشده در سالهای اخیر هم به هر حال به دلیل وضعیت اقتصادی کشور این تحمیل بار مالی و بار در واقع برق بر شبکه برق بیشتر شده و عملا وضعیت وضعیت کاملا ناپایداری هست اون تدابیری هم که اندیشه شده بود تدابیر مقطعی بوده یعنی به حال یک مکانیزمی اندیشیده شده که اگر در یک جا بار زیاد شد بتونن در جاهای دیگه خاموشی بدن و کنترل بکنن اما اون هم در مواردی جواب میده و اگر یک اتفاق پیش بینی نشده بیفته ممکنه که کل شبکه برق ایران در یک لحظه خاموش بشه و عملا تا مشکل سرمایه گذاری در شبکه برق حل نشه و دولت این موضوع رو تأمین نکنه این اتفاقات ادامه خواهد داشت و با رفع مشکلات مختعی هم عملا حل نخواهد شد ممنونم از توضیحات شما استان مهرابی روزنامه نگار که از برلین با من همراه شدید